سلام اینجا خودکست یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های برنامه امروز یه کروه عجیبی داریم با خودمون صدف و گلناز مهمونامون هستن سلام سلام اه... کارون و فرزاد هم هستن سلام سلام فرهاد نیست ما دوست داشتیم که یه دونه اپیزود نبود. به مناسبت در روز زن ضبط بکنیم و با دو تا مهمون عزیزی که این فصل رو تقریبا فصل که نمیدونم بهش بگم یا نه ولی این تعداد اپیزودهایی که توی این مدت دادیم رو بیشتر با اونا بودیم باشون با صحبت کردیم دوست داشتیم که باشن جفتشون توی یه اپیزود و ما بریم دیگه ما میذاریم بریم <laughs> جمهوری اسلامی آره. کاری که کردیم بود که ترتیب فصل های ما رو با هم دید. الان فصل نیست دیگه همینجور اپیزوده فقط همش اسپشیاله آره. آره. همش در متن جنبشه آره. آره. آره آقا من اول نه آقا که نه میگم من روز زن رو تبریک میگم به تمام دوستان عزیز مخصوصا شما دو بانوی گرامی که تشریف آوردین ما یه سری سوال آماده کرده بودیم یعنی کارون در آمده کرده و میخوایم یه سری سوال بپرسیم یه گپ و گفتگوی خودمونی داشته باشیم آخر اپیزودم میپردازیم به داستان مدارس دخترانه و استفاده از حملات شیمیایی حملات شیمیایی آره. آره، تا آخرش بمونید رو صحبت میکنیم حالا ما همیشه گفته بودیم سالهای قبل که میشد روز سن همیشه دوست داشتیم اپیزودهای ویژه داشته باشیم امسال دیگه ما کاملا فرصت رو مختنم شمردیم به چند وقت اخیر هم همه اپیزود هم با گلناز و صدف بود ازشون دعوت کردیم که بیان قرار خیلی دور همی بشینیم صحبت کنیم سعی میکنیم که گوشی رو زایلن کنیم با. و اصلا اپیزود خوشکی نباشه فکر کنم امسال حالا در واقع مناسبت 8 مارچ خیلی خواستر از ساله قبل هم باشه به خاطر انقلابی که حالا با شعار زن زندگی آزادی داره پیش میره دیگه همین دیگه دم شما بله چه خبر؟ هیچ خبر که <تصفح> <تصفح> از خبر از خودتون از روز زن کار <تصفح> <تصفح> <از روز زن. تصفح> خاصی میکنین آیا؟ برای هشت ما چند تا برنامه در تحت شهر هست کلا شخصی شخصی میخوام بدونم که روز چون حالا بذار من از یه وقتی وارد شم روز مرد من اصلا نمیدونم که یه نه برای مهمه نه کار خاصی میکنم میخوام بدونم که آیا از اون ورش متفاوته؟ بخشی خارجی اصلا روز مرد دارن؟ درصد نه نه منم نه اگه اینطوری که نه اون توی سیزده آگست از این به بعد روز مرده که تولدته نه من که میم روز قبل تولد من اولی نه من که آگست نیستم چی دارید نگی بابا روز اولیه که ما خودکست رو ریبیس کردیم ببین اینا یادشون نبود هیچ کدو هیچ کدو یادشون بچه ایمانه ولی سوال جالبیه تو کار خاصی میکنی اینترنشنال وومنز دی Um, آره سوال جربه من کار خاصی توی اون روز نمی کنم ولی um, کلا uh, در طول هر همیشه مایندفول هستم از زنونگی خودم اه. و اینکه آنر uh, می کنم خیلی احترام میذارم به اینکه یه خانم هستم و به خانم های دیگه همینطور و یکی از کارهایی که ادوکت می کنم اینه که uh, خیلی دوست با خانوما کار بکنم مراجعین خانم البته نه که با مراجعین آقا دوست ندارم کار بکنم ولی خیلی ادوکت میکنم من میتونم بگم 19 نوامبر روز جهانی مرده و اینکه شما نمیدونید یه ذره بهم برخورد ولی نه هست یعنی دلیلش هم مردونه رو درش بستن اونا سوخت آقا شده آقا شاید هوا خوب نیست من حالا پیدا میکنم پیدا کنم بعدی... و بگو به همون لطفا چون واسه واسم بدونم به خاطر خندم میگیره میگم این خیلی بده نوشته به خاطر نکات مثبتی که مردها در جهان به وجود میارن روز 19 نوامبر رو ما جشن میگیریم آنر میکنیم آره, آره دیگه آره نوامبر و اینکه تم امسالشون هم زیرو میل سویسایده آها اینو پا... آره این زیرو میل سویسای رو من تو نوویمبر یادم ولی نمیدونستم که نوویمبر که کلا خب اَورنس واسه فکر کنم سرطان های مردانه است. آره نو... نو... این چیزو داره دیگه. نمیدونستم ولی یه روزه به خصوص واسش بود داره. من حالا تو اون جواب سوالتون من واقعا تنها کار خیلی مثلا سپشلی که میکنم اینه که گل میگیرم واسه همه زنایی که تو زندگیم هستن چون خودم خب خیلی گل دوست دارم ولی هر سالم بیشتر روی این سیمایی که هر سال دارم مثلا امسال امبریس اکویتی هستش سیمی که واسه اینترنشنال ویمنز دی هست بیشتر در مورد اون سعی میکنم با هر کسی که شنوند است که معمولا کمه چون من انقدر زیاد حرف میزم همه فرار میکنن بهشون توضیح بدم مثلا سیم امسال اینه و آم ولی هر سال جالب مختلف داره من اینو یاد گرفتم هر سال یه شعار به خصوصی اه. داره مثلا آره مثل همین که مثلا امسال زیرو میل سوساید مال میشه تکرار کنین که چی بود مال وان امبریس اکوئیتی آره یعنی به بجا، جای ایکوالیتی که فکر میکنم دو سال گذشته یعنی از شاید سال آره نه از سال از سال کووید ایکوالیتی بود حالا صحبت از اکویتی هست که خیلی بالاتر از حالا ایکوالیتی قرار میگیره ایران هم اول اید اسم گذاری میکنن جذب حد و دفع حد دقلی دقیقا آره اقتصاد مقاومتی مباق... خیلی خوب کارو میخوایی چند تا سوال رو پرسیم من هم تو این مدت حالا آه. چیزی بزنم رسید هست سال اول اینه که حالا شاید یه ذره کلیشه باشه ولی انقلاب محسا چه تاثیری روی زندگیتون به عنوان او چه پس سوبر صدف شروع کنیم از من شروع کنیم خیلی خوب هم. فکر کنم گل لازم آماده تا. نه 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 بذار بگو نه ببین اگه تو آماده تری بگو نه, نه، واقعا ببین. منم آماده نیستم <تصفح> باید خود راجبش فکر بکنم که چه تاثیری گذاشته یکی اینکه یه چیزی که برای من خیلی واضح بودش توی این موضوع این بود که همه چیزهایی که مخفی بود تا به اون روز اومد توی سرفس اومد توی سطح و در کل جمعی به صورت جمعی اومدش بالا به خاطر اینکه نه تنها توی روابطم با مراجعینم اینو میتونستم ببینم که دیگه راحتتر تر راجبش صحبت میکردن یعنی دیگه کسایی که صحبت... چون یه چیزی که خیلی برای من دردناک بود شنیدنش وقتی که این اتفاق افتاده بود تازه من جلسات مشاور مجانی گذاشته بودم برای کسی که میخوان صحبت بکنن حالا چه از توی ایران بودن چه از خارج از ایران بودن بیشتر کسایی که از ایران بودن یه مشترکن اینو میگفتن که گشت ارشاد ما توی خونمونه و این کاملا مشترک بود یعنی بین همه مراجعه مشترک بود و خیلی دردناک بود که اینو بخوای متوجه بشی و اینکه <laughs> نه اوکی بزن اونجا فکرم میاد مهم نیست اذیت نمیکنه کمه که بخواد اذیت بکنه کسایی که دارن میشنون یا میبینن به خاطر یه نویزی است که ما من این نویزه رو بگیرم کارای بدی باش میکنم اینطوری بهتون میگم من این نویز رو ببینمش اتفاقای بدی میفته براش یه ریج عجیبی نسبت به این نویزی که زیاره این میکروفون هست دارم حالا من این رو پیداش میکنم شما بفرمین ببخشید سو من فکر میکنم که چی بزرگترین تأثیری که من شخصا متوجه شدم این بود که چیزایی که م... مش... مشکلات و مسائل که برای خانوما بودش توی جامعه ایران که مخفی بود و ت... تابو بود تابو؟, اره. م... تابو. تابو. بودش و در موردش صحبت نمی کردن و یا ستیگما راجبش بود الان تونستن آزادانه هم حتی کسایی که فکرش هم نمیکردی راجبش صحبت بکنن و این درد مشترک همه رو همه ماها رو به هم دیگه نزدیک تر کرد این داستان گشتری شده تو خونه خیلی جالب من هم زیاد شنیدم. آره. خیلی درد شما داشتید نشین گشتری شده تو خونه به عنوان بچه دیگه بلاخره ما هم بابایی رو آره. که همیشه <applause> نه ولی این شد روی <applause> نه بس شکلش بسن. واسه روی پسر و دختر فرق میکنه چون درستان. حتی حتی خانواده های مذهبی هم که واقعا خب پسرا هم یه سری محدودیت ها نسبت به خانواده غیر مذهبی دارن باز شکلش فرق میکنه در درصد درست واسه پسر و دخترشون اولا دمت گرم اون جلساتو میذاشتی واقعا من خیلی مشاوره هایی میدیدم که این کار رو میکنن و چقدر هم نیاز بود ببین حالا در کنار همه چیزایی که صدف گفت که منم اینو متوجه شدم من خودم یکی از چیزایی که زیاد دیدم و خیلی هم خوشحال شدم از این بابت اینه که در کنار اون صحبتهایی که شد گفتگوی که شروع شد در مورد اتفاقاتی که بله هایی که سر زنان میاد اینه که افراد بیشتری هم گوش شنوا پیدا کردن یعنی چون حالا این گفتگو شروع بشه یه طرف بعد بگه یه طرف بعد بشنوه چون اون وقت انگار که توی خلا داری فقط فریاد میزنی صدات اکو میکنه برمیگرده سمت خودت من احساس میکنم که آدم خیلی آدمای خیلی بیشتری گوشاشون رو باز کردن سعی کردن که واقعا این بار دیگه سکوت بکنن و بفهمن درک بکنن که این اتفاقاتی که تو این 44 سال حالا حتی قبلش هم تا حدی سر زنام می چی بوده ریشش کجا بوده ولی توی زندگی شخصیم حالا از شروع این خیزش اگه بخوام بگم چه تغییری ایجاد شده خشم من واقعا همش خشم دارم یعنی مثلا هم همه دوستام کسایی که باشون صحبت میکنم خب خیلی گریه میکنن خیلی تونستن سوگواری کنم من حالا خودم خیلی در مورد سوگواری جمعی هم هم سعی کردم برم مطالعه بکنم به بقیه بگم چقدر مهمه که الان یه سوگواری جمعی انگار سوگواری ملی بعد بکنیم بابت همه چیزی که دست دادیم ولی خودم خب گریه نکردم مثلا این مدت و خشمه هی هم داره بیشتر میشه و میگم این واقعا یه تغییر خیلی عمده ای که تو به وجود اومده به استیصال تبدیل نشد هیچ وقت ببین میترسم اگر تبدیل بشه خودم واسم خیلی ویران کننده باشه برای همین خشمم هم همین تو بالا دارم نگه, نگه میدارم چون احساس میکنم اونجایی که تبدیل به استیصال بشه اونجایی که واقعا میشکنم شاید همینه که خیلی سعی میکنم گریه نکنم آخه اینجوری نیست یعنی شما که استاد آره. مثلا خشم بعد وقتی آدم نتونه کاری بکنه و خشمشو خالی کنه میاد مثلا به استیصال تبدیل میشه بعد دوباره ممکنه یه محرکی باشه دوباره مثلا میره محرک آخه خوب دستت سیناس میدن سیناس. هر روز دارن یه محرک دستت میدن یعنی هنوز یه ماجرا رو ما نتونستیم پروندهش رو که نخواهیم تونست ببندیم تا اینا سقوط نکنن ولی تا یه ماجرا تموم نشده یه محرک جدید میدن دستت که تو دوباره مثل این مثل اینکه بره بالا یا حداقل واسه من اینطور بوده من منم این جواب این سوال رو بدم زندگی شخصی من نه ولی مشاهده ای که داشتم توی اطراف توی چند مورد مختلف دیدم حالا در رابطه با یه سری خانوادهایی که شاید سنتا مذهبی بودن یا بالاخره مثلا یه سری باورهایی داشتن که خیلی به قول خارجی ریوایز نشده بود خیلی تجدید نظر روش نشده بود من چند جای مختلف دیدم که رونا تجدید نظر شده مثلا اگه کسی بوده که مثلا هجاب داشته حالا جلوی فامیل دیگه اون کار انجام بعمل. نمیده یا مثلا چونم مراسمی چیزی باشه دیگه همه مختلف میشن قدیم مثلا جدا انجام میشه من اینو توی چند جای مختلف دیدم و فکر کنم اینم یکی دیگه مثبتش بوده ما باید جواب بدیم یه نگاه کردی داری؟ اه. نه اه. من ساختم جل شما چه جوری جلو میشینی میکروفون باید بیاد عقب با من نه نه من با شما الان میرم عقب خدا رو شکرین میگن عدوش ها و الان یعنی اینطوری که تو اینطوری نشسته خدا رو پایه رو بستیم ما هم شینیان کرده آره موات هم یه جوری من قرار نبوده امروز جلوی دوربین باشم قرار بود ما پشت دوربین باشیم دیگه این از این بدتر نمیشه منم یه تجربه مشابه دارم نسبت به این قضیه من احساس میکنم خانواده ما به همدیگه نزدیکتر شد ام. با این اتفاقایی که افتاد احساس میکنم همه یه جورایی تجدید نظر کردن روی افکاری که قبلا داشتن حالا نسبت به در واقع موقعیت زن در خانواده یا در اجتماع همونطوری که تو گفتی شاید بعضیا بودن که حجاب داشتن دیگه این حجاب رو ندارن بعضی بودن که یه ذره عقاید شاید خوشکتری داشتن ولی اینا همه شجین نظر شده من احساس میکنم خانواده ما به هم دیگه نزدیکتر شد این خیلی بده که بعضی موقع ازش خجالت میکشم که بگم به خاطر با یه تراجدیه یه سری آدم دیگه خانواده ما به هم دیگه نزدیکتر شده ولی احساس میکنم اینطوری بوده ما قول میدیم برای سوالات بعدی ما کم طرف بزنیم گفتم اصلا صدف بشتر من فقط چه زیاده من حالا در امون خانواده گفتی یه اتفاق دیگه که افتاده من یه سری ادبیات در برابر مامان بابام دیگه حل شده است بسن. یعنی مثلا با مامان بابام که صحبت میکنه آره یعنی دیگه ایه. مثلا روز اول که دیگه این اتفاق افتاد و داشتیم با هم حرف میزدیم بابام چهار تا کلمه گفت منم سه تا پشت سرش گفتم دیگه خیلی دیگه الان راحت باید. آره خیلی او خیلی اتفاق خوبی بود آره. اون روزی که ما همون جوری که بین بچه ها صحبت میکنیم 60 درصدش تو خانواده صحبت 60 درصدش 60 درصدش اوکی تو خانواده صحبت کنیم به نظر من روز منم چند اون تجربه رو داشتم جالبه بابا من همینطوری لفظ قلم جلو پدرم صحبت میکنم نمیشه برم اونطوری صحبت کنم کلا از همه چی محروم هم میگن ساعت احترام با برام خیلی یه ویدیوهای کومان یه جوری سطح احترام آورده پایین تو خانواده <applause> ما من اونطوری هم که صحبت رو کنم دیگه کامل بیخیال میشه <applause> من یه پسر دارم که این خارج به دنیا اومده بزرگ شده بعد این اومده بود دیده بود <applause> میگفتش که شماها چرا اینجوری چرا تو خونه جلو مادر پدر یه جوری صحبت میکنید میرید جلو دوستا یه جور دیگه صحبت میکنیم بعد حالا من واسه چه جوری برای این توضیح بدم حالا بقیه نه تو مدرسه یه جور دیگه تو جامعه کار ما تا چهره داریم آها حالا اگه قدرت داشتید فرض کنید شما قدرت نامحدود دارید اولین قانونی که توی ایران هست و حالا علیه زنانه و شما میخواستید تغییرش بدید چی بود هر دوست داره من چشم چند تا هم بود بگو هر چی ببین من خب کلا شرع و از قانون اساسی ایران چون میگم دیگه صحبت کردم در موردش از زمان از زمان جمهوری اسلامی شروع نشده به خصوص اون بخشش که مربوط به زنان و خانواده هست کلا ریشه کن و واقعا فکر می‌کنم اگر که یه زمانی بخواد یعنی بعد از سقوط جمهوری اسلامی اتفاق بیفته حتی یه سری فاکتورهای خیلی محدود هم از شر نباید اجازه بدیم نگه دارن توی قانون به خاطر اینکه انقدر همیشه بازه انقدر ویک هستش که خطر آفرینش خیلی زیاده بریم مثلا حالا اگر که آره آره حتما ببین خب همون قانون خانواده ای که الان سال هی میره مجلس یه سری تغییرات بکنه برمیگرده و اینا اون به نظر من ریشه اصلی همه بدبختی و فساده ولی خب مثلا قانون 110 که نیست یعنی حالا واقعا شماره قوانین رو نمیدونم شماره مثلا... شما بلدین الان به خاطر این مطالعات خوندم دیگه نه فکر اما یه عدد بگی آره اون شما بگو 32 ما فر ما شهر یکی که میدونه آخر. ولی نه مثلا یه قانون خب مثلا هم قانون سن ازدواج اصلا قانون اون سن بلوغی که واسه دخترها قائل شدن که 9 ساله به نظر من اون خودش باز ریشه خیلی از اتفاقات ناگوار هستش که به خاطر همون خب سن ازدواجم هم روی 13 ساله میتونستن کمترم میکردن از نظر من که که تلاش شده تا این سال و بعد اون قانونی که مرد رو رئیس خانواده قرار میده <applause> که خب اون خودش میدونید همه اینا اون وقت قوانین دیگر هم اون وقت در واقع باعث میشه که اونا هم بر علیه زنان ظلم بشه دیگه با همه خانواده ما که مادر من رئیس حالا نمیدونم این قانون کجا که هست که من بابا من بگره دنبالش قانون پیدا کنه اعمال کنه من شماره هاشو میدونم قوانین تو خونه ما که اینطوری نیست حالا نمیدونم چه جای دیگه چشیدیه شما بفرم Um, um, مرسی گانس که گفتی و اینکه از اه, جواب سوال قبلی هم باز زاره میخوام ازت اکنالش اکنالج بکنم تشکر بکنم که بارنبا راجب خشم صحبت میکنی چون خشم... راجب خشم صحبت کردن خیلی سخته همیشه و خیلی هم تی میخواد به خاطر اینکه همونطور که گفتی زیر خشم یه سری چیز میز هستش که ما با خشم میخوایم ازشون دوری بکنیم تو قانونی که میخوام عوض کنم به نظر من همه قوانینی که تو ایران هستش خانوما رو نادیده میگیره و سپرس میکنه سرکوب میکنه به خاطر همین نه تنها قوانینی که توی مثلا قانون اساسی هست یا توی جامعه هست من فکر میکنم یه سری عرفا و چیز هم توی فرهنگ ما هستش که نیاز هستش که تغییر بکنه سو so, من فکر می کنم که نمیدونم چی رو تغییر میدم چون این یه تغییر خیلی بزرگی نیاز داره که همه چیز به نظر من باید عوض بشه کلا چارچوب و عرف و همه چیز باید عوض بشه من فکر میکنم چیزی که پروواید میکنم برای خانوما اگر که میتونستم این بود که بهشون دسترسی میدادم به درمان و ادویکیشن و که بتونن روی زخمای خودشون روی اون آسیب هایی که در نتیجه این قانونا بهشون اومده کار بکنن و ازش عبور بکنن و رشد بکنن آگاهی پیدا بکنن چون فکر میکنم فقط به آگاهیه که ما میتونیم عبور بکنیم از این موقعیت و هر کس برای خودش به خاطر اینکه مثلا قانونایی که مثلا قانون 110 که گفتی برای همه ما هست ولی برای, برای همه یه تاثیر نداره به خاطر همین باید شخصا کار بکنی که ببینی از اون قانون چه تأثیری به تو چه آسیبی به تو اومد و تو چطور میتونی اونو درمون بکنی من فکر اینو اگه میتونستم خیلی بالاست من خواستم بگم موتور سواری آزاد میکنه حالا <applause> اونم بالاخره به اونم یه آزادیه <applause> آره بابا استادیو موتور آره سیغه <applause> ببین راجب حجاب همیشه میگفتن که تا قبل از این جنبش زن زندگی آزادی به حجاب همیشه میگفتن مگه مشکل ما حجابه مثلا در برابر هزاران مشکل بزرگ دیگه که توی ایران وجود داره ولی مسئله اینجاست که یه چیزی حالت سمبل پیدا میکنه نسبت به همه بیقانونی ها و مثلا تب... تب ایزاتی که داره اتفاق میافته. حجاب مثلا که خب الانم با این واکنشی که خود جمهوری اسلامی داره به مسئله هجاب نشون میده من احساس میکنم که درست رد به هدف اتفاقا این جنبش اصلا یه جمله خیلی معروف داشت احمدی نژاد میگفتش که مشکل بچه های جوان ما مشکل مو جوان ها... ما این, اصلا سر این جمله رأی آورد اون بنده خدا بغیر از حالا دوزی که بلد. شد ولی خب این, این جملهش خیلی کلیدی بود اون موقعی که این حرف رو زد یه سوال الان یه زن تو ایران نمیتونه رئیس جمهور بشه یا میتونه قانون آها ها. این گری ایریاه داستان رجل سیاسی مگه نیستین؟ خب ولی زن رئیس جمهور نمیتونه بشه تو قانون یعنی مشخصا نمیتونه رئیس جمهور بشه بلد. شاید وزیر باید. وزیر وزیرم نداشتیم تا وزیر داشتیم چرا تو جمهوری اسلامی هم وزیر چرا... علوم علوم و, بهداشت زمان روحانی مجلس نمیدونم چند آره وزیر زن داشتیم ولی زن رئیس جمهور نمیتونه باشه اون داستان پس رجل سیاسی چی بود که گریریا بود میگفتن فکر کنم رئیس جمهور اینو باید رجل سیاسی باشن بس... آره تو... رجل یعنی مرد ولی <applause> میگن این رجل سیاسی نیست. آره، یعنی تو لفظش رو داری فکر میکنم میگی که میگی grey که همون لفظ رجل سیاسی رو درست داری میگی که همیشه میگفتن خب تفسیر ازش میتونه متفاوت آره. باشه ببین اصلا یه مشکلی که قبل قانون اساسی ایران داشته و خب در و چهار سال با تغییراتی که توی جمهوری اسلامی بهش دادن پیدا کرده اینه که تفسیرهای زیادی میشه که همونجور که از شهر میشه تفسیرهای زیادی کرد و خب همیشه مشکل اینه که اون تفسیر خطرناکه ازش بشه تفسیری که تب... تبعیض آمیز باشه قانون اصولا قانون اساسی کشورها قانون کلا تفسیریه بله. تو با تفسیرش دقیقاً تفسیری که ولی میشه کرد اگر که خطرناک باشه تبعیض آمیز باشه اونجاست که مشکل پیدا میکنه مثل در مورد قانون سنگسار دفعه پیش گفتم <مت falling> که اصلا همین که وجود داره به عنوان قانون مسئله خطرناکیه که یعنی یک نفر بعدا قانونا میتونه برای همچین بلای سر یکی بیاره از این نظر میگم میزی بگم دوازده تا تا در تاریخ وزیر زن داشتیم از زمان محمد رزا. آره زمان صاحبنده چیز ج... جمهوری اسلامی هم وزیر زن داشت از نه از سه به بعدش وزیر زن بودن فقط دوتای اول توی توی زمان جمهوری اسلامی بودن بله بله. بقیه شون. آخه دیگه اون زمانش که خیلی کوتاه بوده دیگه عمر آره. وزارت های زن در... معاون رئیس جمهور برای امور حقوقی داشتیم رئیس سازمان میراث فرهنگی بره. داشتیم آره، محیط زیست همیشه. معاون رئیس جمهور برای امور زنان زن آره. آره. اینا که آره. حساب نیست که اینا رو داره میشمونه تو دوازتا آره. این که وزارت نیست ولی وزیر هم داشتیم وزیر, وزیر... وزیر بهداشت, بهداشت, داشتیم آره وزیر... مرزی وحید دستجردی آره. آه. آره. خدا من میخندم از خوشحالیم نیست من جوری آره داشتی من چجوری میتونم کار رازی کنم نه من نبودم نه من چون میشناختم میشناختم نه نه اینکه بشناسم ولی تو اخبار و اینا احساس کنم مصبت ها یه سری از چکاتو بگردیم مثبت در بگرد احساس میتونم تا از چکای فرزا میتونم مصبت در بیاد ای بابا ساله بیاید یه ذره رویا پردازی کنید فرض کنید انقلاب پیروز شده ایران آزاد شده اولین کاری که برید ایران بکنید یا کاری که خیلی دوست دارید برید انجام بدید علی میخواد سوال علی چند <تصفح> آخه جواب ما که معلومه چیه ببخشید تو جواب ما نه کجا میدونی من گفتم بود آها همونه یعنی حساب اون حرف خودم داری میگی ما که میخوایم بریم لخشی ما که میخوایم لخشی بگو نمیدونم همین که راحت تو خیابون را برم فکر میکنم خیلی برام ارزشمند باشه چون من یادمه که آخرین بار که رفتم ایران من عاشق اینم که برم نونوای نونوای ایران دیگه همه فکر کنم اینو مشترک داریم چون ما اینجا نداریم این چیزو بعد داشتم میرفتم تو اوکی، پیاده صبح میخواستم برم نونوایی نونسنگکی بح بح. بعد یه دونه دست بابامو گرفته بودم این ورم دست پارتنرمو گرفته بودم این وسط بودم حالا این اتفاق خیلی ناخداگاه افتاده بود چون مثلا من بابامو چند مدت بود ندیده بودم مم. خب دست پارتنرمو گرفته بودم اصلا حواسم نبود که همچین حالتی, حالتی دا اتفاق افتاده بود. خیلی خوشحال و کانتنت بودم که مثلا دست کسی رو گرفتم یه نفر رد شد یه خیلی حرف خیلی بدی زد به من بعد و من واقعا اصلا از ک... از ذهنم هم خطور نمیکرد که یکی ممکن از بیرون مثلا چه نگاهی بخواد بکنه و خیلی برام ناراحت کننده بود من فکر میکنم که ما به عنوان یه جامعه بگه به اون آگاهی برسیم که به همدیگه همونطور که هستیم احترام بذاریم و بتونیم آزادانه توی اون کشور زندگی بکنیم اون, برای من خیلی قشنگه برم همینجور نفس بکشم صدای جوب و بشنوم یه نونم اینجور بقدم باشه از سر نونا همینطوری تا خونه شده که شما دو تان نون بگیر به بقیه هم برسه میرسی خونه به بقیه هم شما برامتون چیه؟ ببین من حالا برنامه بلند مدت هم اینو لبخندی که گل نازاره را ما با گل آماده ایه چیده یه لبخندی زد کرده نه ببین من واقعا از موقعی که حالا این جنبه شروع شد که به قول تو آدم رو رویا پردازی داره میکنه من همیشه توی ایران خیلی دوست داشتم که یه مدرسه روزنامه نگاری وجود داشته باشه مدرسه ها نه مثلا تحصیلات عالیه مدرسه روزنامه نگاری وجود داشته باشه و بچه ها مثلا همونجور که رشته مثلا رشته های مختلف تو دبیرستان می رفتیم تجربی ریاضی یه مدرسه ای باشه اصلا مدرسه روزنامه نگاری که از اون سن بچه ها بتونن برن توی اروپا اینجوریه مثلا بتونن برن و این حرفا این کار رو واقعا خیلی دوست دارم انجام بدم کسایی هم که میخوام ازشون دعوت کنم که بیان اونجا تدریس کنن و آردی چیدم میدونم کیا هستن یکیش وحیده وحید آنلاین وحید بچه های 1500 هستن حالا یکی دوتا روزنامه نگاه دیگه ای که اشخاصی هستن که همه میشناسن اسمشون نمیبرم چون شاید اینجا دلشون نخواد حالا اینا رویا پردازیه ولی واسه اسمشون نمیبرم خب اکانتای ناامن کسی رو ندارید نه رو دستچین کردم بعدن یه دیگه سرشون <تصال> سوال دیگه است آره ولی اینو به خاطر اینی هم که میبینم که چقدر ما همیشه از میس این و اینی که اطلاعات خیلی چیکی به همون میرسیده خیلی اشتباه حالا داخل ایران که خب دیگه زاویه دار به خاطر مسائل مشکلاتی که خود روزنامه نگاران باش دست و پنجه نرم میکنن بعدم بیچاره ها بخوان حقیقت رو بگن هزار برای سرشون میاد این یه یه چیز بلند مدته که تو فکرم بود وقتی که جمهوری اسلامی سقوط کرده انجام بدم ولی اینی که بلافاصله فاصله بعد از سقوط میخوام چیکار بکنم واقعا فکر میکنم که یه پارتی دیگه آه. آه. یه اوتدور پارتی واقعا یه اوتدور پارتی پارک ملت که بزرگم هست یه سری آدمای زیادی بتونن بیان بعد میتون اونجه نشستی آشم گذاشتی و زیر پیرنی خیلی نه ببین و واقعا همون چیزی که انگار خیلی عادی یعنی <تص Credit> چیزی که میتونستیم همه این سالها داشته باشیم و الان واسه ما قفله یعنی فکر میکنیم که مثلا واقعا میشه حالا البته دیدی که خب خیلی پارتی یعنی خیلی اتفاقات جذابی هم تو همین 44 سال توی ایران افتاده ولی خب همش زیر زمینی بوده همش این بوده که اگه کسی بفهمه بعد تاوانشو پس بدی خیلی عادی بدون اینکه دیگه نگران تاوان دادنم باشیم یه یه جمع خیلی بزرگی کنار هم جمع بشن بدون که نگران باشی که بعدش میخوای تاوان بدی ارزشگاه آزادی هم جای خوبیه کوچیکه با پارتی رو صندلی چیکار کنیم بعد ولی ورزشگاه آزادی هم آره اونم بهنیا میاری ای میذاری بس اون موقع بهت میگم من رو صندلی برات چیکار میکنم تو اجازه بده آقای صدا رو بیار اسمش اون اومد حالا اگر که خواستم میتونم بیارم خود آقا چیه چرا میخنی من اینجا نمیتونم دعوت کنم دعوت کنم از آقای صدا آقای این آقای... ای سوال رو پرسیدم من خودم از دوران دبیرستان من همیشه به این فکر میکردم که وقتی که انقلاب ایران به پیروزی میرسه اون انقلاب فرضی همیشه تو ذهن من بود مم. تو ایران چیکار میکنیم بعد حالا همینو گفتید من همیشه تصور کنم هم میدون آزادی رو میذاریم همین خواننده ها ابی میاد نمیدونم داریوش میاد هر کی که میخواد اندی میاد اینا. بعد دیگه اونجا رو کامل میشه پر کرد دیگه از این ور تا انقلاب بریم ماله. از این ور تا کرج بریم و بالا تا صادقیه و... ببخشید خواننده های زنم میاریم همه رو خواننده های بعد... داخل خود ایران کلی خواننده خوب داریم اونام بیچاره ها خا... پدرشون در اومده در این سال یه هفته مدام من همیشه فکر میکنم صبح تا شب اونجا کار زندگی داریم آقا نه پارتی پستيبا. کنیم چرا, دارید دارید. چرا زندگی, زندگی ما رو مخرب خب شما نه خودتون پارتی کنید شما خب نه شما یه ما ترافیک می‌کنید یه هفته ببینیم من پولایی که به حزب الله اینا رو میدن اونا رو قطع کنی یک هفته میشه ایران صبح تا شب پارتی برگزار کرد مجانی هیچ کی لازم نیست کار کنه فقط پارتی بعد اونجا فقط هم از تمام ساقی های و دعوت های خیلی بشن. علف ایرانی جان شما علف ایرانی فرمودین شما بله بله کوشه ناب ایران رو هر من یه کاری که دوست دارم بکنم حالا این اینجوری بلند مدت تره اینجوری نیست که برسم تو ایران کنم ولی اون به نظرم خیلی تاپیک بوده که تو این سالها تابو بوده و هست و در موردش صحبت نمی شده و چیزای خیلی بزرگی هم نیست یعنی یه چیزایی که اینجا می بینیم در موردش صحبت میشه و در موردش دانش داده میشه به همه حالا چه تو مدرسه تو جامعه مثلا اینکه آقا اگه مشروب میخوری رانندگی نباید بکنی این یه چیز خیلی ساده است و علمی منطقی فلان و تو سفرهایی که ایران داشتم دوستان فامیلینا این خیلی مشخصه که فرهنگ سازی نشده براش کی گفت الان عرق من گفتن. مثلا عرق زیاد خورده میشه و رانندگی میشه و تصادف هم میشه و دوباره تکرار میشه و از, از این قبیل مهم. کارا دوست دارم بسید والنتیری اصلا خودمو تو اون لولی نمیدونم که من بخوام چیز بکنم ولی تلاشم رو بذارم که تو این تو این راه فعالیت ام. بکنم این ما پارتی میکنیم تو نمیای میری سوبر, دیگه. دا دا دیگه. آره. سوبر تو داد دیگه سوبر زیاد از مدرسه ما میتونی استفاده کنی بیای واسه آگاهی رسانی ببین اینجوری اینجوری نتورک هم میکنیم الان سری <تصفيق> <تصفيق> نه ولی خودم که دوست دارم یه آبجو سازی بسازم تو اصفهان اسمشم اینو اول با بید. آره نه نه اونو من دوست دارم دیگه دیگه این دیگه مشکلی که میخواد میخواد عرقای سگی رو از سوز سرش جمع کنه عرق خودشو بریزه من که میدونم که این یه والتر وایت عجیبی تو ذهنش داره انحصار طلبی این فقط بزنس کنار رودخونه بیاره آی آره. پی ای اصفهان بزنی دیگه دیگه یه ذره روی کنید من من نمیدونم واقعا من،, من برم دوست دارم برم همین کاری که اینجا دارم میکنم اون تو ایران بیاست آره. میتونم yeah. آره آره زندگی عادی مونا توی ایران زندگی من... عادی داشته باشیم ب... من حالا برخلاف تمام کسایی که حالا تمام کسایی نه نب... اکثر کسایی که باشون صحبت میکنم اینطوریه که آره نه الان که بری ایران خیلی عزی... اگه الان انقلاب بشه درست نمیشه و 10 سال دیگه بری من همیشه بر این باور بودم که باید خودمون بریم بسازیمش دیگه به خاطر اینکه او سی دی هم که دارم تو اینکه نمیخوام وایس یکی دیگه بره کار رو انجام بدیم خب سری خودم برم اونجوری که دوست دارم واقعیت ولی همینه هیچکی درستش نخواهد کرد جز خود ما ایرانی ها دیگه آره من یادم این اوایل همین انقلاب که به دانشگاه حمله کرده بودن ما ماها خب خیلی حالمون بد بود و اینا بعد با یه سر از بچه های قدیم دانشگاه شروع کرده بودیم صحبت کردن گفتیم بیا مثلا ویدیو چتی بذاریم و حرف بزنیم راجع به مسائل چون خیلی فشار بود موقع هم میترسیدیم که رفت ما کوی دانشگاه دوباره پیش بیاد بعد بحث همین شد اگه مثلا فردا پیروز بشه انقلاب چیکار میکنید حالا مثلا برمیگردی بر نمیگردی و اینا بچه‌ها اکثریت این بود که نه مثلا ما چه میدونم 20 خورده ای سال زندگیمون تو ایران تباه شد دیگه نمیخوایم الان برگردیم حداقل 20 سال دول. اگه همین امروز مثلا انقلاب پیروز بشه حداقل 20 سال زمان میبره که شرایط به شرایط ایدئال برسه بعد من اونجا گفتم که حالا مثلا اینا هم تک تکن دیگه بشته ای ما چیز بود گفتم شما تصور کنید که همین هر کدوم از ماها تو همین شرکتی که هستیم اگه برداریم یه هد ببریم بذاریم توی ایران حالا هر شهریش اینقدر استعداد توی دانشگاه های ایران هست که میشه اولا کلی میشه اینترن گرفت بعد کلی پروژه های خیلی خفن میشه ایران انجام داد و خب چون هزینهش کمتره من میدونم شرکت تو تمایل دارن که کار انجام بشه منتقل کنن به ایران و اینا با هزینه کمتر انجام بشه و فقط همین مثلا بود تک قضیه رو فرض کنه ایران بشه مرکز تک خاوره میه چون نرم افزارشو داریم بنا. نرم افزار که میگم هم دانشگاه خوب داریم هم استعدادهای بینهایت خوب داریم فقط همینو یه لحظه تصور بکنیم که ایران شده مرکز تک خاور میانه چه اتفاق بی میفته چقدر اولا به اقتصاد کشور کمک میشه چقدر جدایه؟ به اقتصاد منطقه واقعا کمک میشه همه کشورهایی که اطراف ما الان دارن صدمه میخورن از جمهوری اسلامی اقتصاد شکوفا و سالم جمهوری از... بعد از جمهوری اسلامی هم به نظر من حتی به منطقه کمک میکنه من البته یه دفعه این سوالو کردم نازم من خودم برای بازسازی اگه احتیاج باشه میام من ولی فکر نمی کنم برگردم ایران زندگی کنم خودم توی مرحله آه. که هستم به خاطر اینکه من واقعا این کسی رو که الان هستم واقعا مدیون دیگه این جامعه این جامعه به هم این امکاناتو داد ایران به خاطر شرایطش به خاطر حکومت نمیشد هیچ وقت خیلی کارا رو کرد ولی آره و واسه باسازی با امام موافقم خدا خدامونیم دیگه خودامونو خود بچه‌ای که داخل ایران هستن و حالا چند میلیونی که چهار پنج میلیونی هم که مهاجرت کردیم فکر کنم بیشتر آقای بیژن مرتضایی گفتن 275 میلیون چند میلیون 250 میلیون فرمودن آخ حله حله <تصفح> اون دور اون آمار درستدریه <تصفح> <تصفح> فعلا اینکه 150 میلیون دارم برامار نگاه می‌کنم علاوه وایسو میگفتن دیگه من گفتم تمام ایران و هومه با هم دیگه فکر کنم وایس کلیو میگفتن فیک شما بله ایشون اگر ایشون میتونستن فیک من باشن برنامه دیوایس چه از چهره چهره رفتار شبیه ایمان میکنه نه رفتار ولی ولی جوون شده ماشاءالله خیلی آره ریش ایمانی گذاشته ریش ایمانی کانت تو با همش اسم کنم داره تلاش میکنه ایمان بشه بیجمون من اگه بریم یه جا میتونم به عنوان پدرم جا بزنم ایمان مرتضوی هستم دیگه روی پردازی ندارید باحال شد داره دیگه بیجمون مرتضوی بابام شد دیگه چه روی پردازی از این بالا بره بیرون از این روی پردازی داره خدا دیگه چیکار کنم برات خب یه ذره برگردیم به تجربتون به تجربتون با خود که از این اپیزود اخیر تستتون چه جوری بود فکرش یه روز با چارت سیبیل بشین اول اول یه سوال بپرسم تجربتون فکر میکردین چه و بعد چه بود این خیلی برای من مهمه شاید برای کسی این نظر سنجیایی هست میلیه جا از یک تا پنج نه دلی بگید بود یعنی تعریف کنید دیگه منظورمون اینه نمیخوام یه <تصفح> <ده> ایده ای داشت با <تصفح> فرهاد و فرزاد زیاد صحبت میکنی آره برای من همون طوری بود که فکر میکردم یعنی همون حالت راحتی که داشتم با با فرزاد که خب کازین هم هستن شما هم خیلی راحت بودم با تو اینه هم. یعنی همون... حالت کوزی که فکر میکردم همون جوری خودمونی صحبت کنیم و خیلی خوب بود واقعیتش با تصورم تفاوتی نداشت <تصحان> <تصحان> منو ایمان یه چند قسمت زمان بود بهت بگیم تو از شما بیان من که هرونز میگم شما حال <تصحان> نمیم من خب تر شدم قاعدتا از اپیزود اول چون که احساس میکنم آخه شما هم با من راحت تر شدیم آره. یه خورده آره. شما هم خیلی فرمال بودین فکر میکردین من حالا همسر رفیقتونم دقیقا علمان. شما همسر آشاروز آره. بودیم آره. آره دقیقا دقیقا من حالا خودم خیلی کاری که میکردم تغییری نکرد مثلا صحبت هایی که میخواستیم بکنیم سوالی که شما ها میکردین یا صحبت هایی که میشد به هر حال منم درایو میکرد که چه جواب بدم دفعه بعد بدونم مثلا بیشتر صحبت ها چجوریه. ولی آره من مثلا یه خورده شاید فرمالتر شروع کردم الان دیگه وقتی که اگه ادامه بدین دیگه خدا <تص sprout Likewise> میدونه به کجا کشیده میشه میگم دیشم مرتضبی با اقام دیگه من دیگه چی بگم اینجا دیگه من نمیشون چرا بخیر منو رو بیشرف کنیم توی این برنامه گلوز اون جلسه اول که میخواستیم زب کنیم یادتی منو تو یه بحث خیلی صبر قبلش داشتیم بعد شو داشتن دوربین و اینا رو آره من تو اون پشت من و گلناز نشستونی یه خیلی بودی خیلی جدی آره ما قبلش هم قبلش. برد. توی برد رفت رفت جلسه آره, آره. ما چهارتا من چیزم شرزم به عنوان بکا پورده بودم اونم که گفت عزت زیاد خودم فرست من, من دارم گوش آره. گوش ولی آره نه من صد درصد خیلی راحت تر شدم تو این مدت ولی بهترین بخشش واسم این بودش که به خاطر صحبت که اینجا میخواستیم بکنیم و نوع سوال که میدونستم شما ها مثلا حالا خواهید پرسید خودم یه جاهایی رو رفتم مطالعه کردم که شاید گذرم نمیخورد یعنی انقدر سطح سواد ما پایین بوده خدا خودم هم یه چیزهایی رو مطالعه میکرد از و <تصفيق> <تصفيق> نه ببین بیشتر از سوالهایی که آدم ها توی چیزها میپرسیدن توی م... مثلا توی مثل جا نه 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 منشن که میذاشتن برای مثلا ویدیوهایی روی یوتیوب و این حرف ها مثلا احساس میکردم که خب این بخشم چقدر میتونه مهم باشه چون چند نفر دارن بهش میپردازن خب این خیلی کمک کرد خودم هم مطالعه هم رفت بالا مم. اینو خیلی دوست داشتم بعد این وسط کامنت چیزی اومد که جالب بوده باشه براتون تو ذهنتون از طرف آدم ها آره آره, آره زیر حالا من کلا خیلی برام جالب بود کامنت ها اول که من نمیدونستم این کاری شما میگفتین کامنت ها رو خوندن کجا کامنت ها از کجا بخونم بعد رفتم یوتیوب واقعا خیلی برای من جالب بود که اینقدر م... کمک کننده بود مفید بود خیلی خیلی نوشته بود صدای صدف خیلی آروم بود آرام آرامش من اصلا خیلی چیز میشه هامبل میشدم واقعا وقتی که اینا رو میخوندم هم با... خیلی جالب بود خیلی هارت وارمینگ بود یعنی قلبمو گرم میکردش سو so... خیلی ممنونم صدف اه... فکر کنم تنها آدمیه که اینقدر همه دوستش داشتن یعنی هر کدوم از ماها بالاخره یه سری حرفای ناخوشایند برای آره. یه سری آدم ها یه سری ها دوست دارم یه سری دوست دارم مثلا گل سر سبد هم که مثلا یه عالمه هیت میگیرم ولی صدف که اومد همه تعریف و تمجید و همه دوست داشتن بعد حتی سر کار مثلا من دو تا از همکاره ایرانی اشاره کردن که مثلا چقدر حرفات آرامش بخش بود چقدر کمکشون مم. کرد و از جاهای مختلف هم همه رو داریم میشنویم نمیدونم خیلی منم. <applause> اتنتیسیتی اینجا خاصی آره واقعا نه ولی واقعا منم کامنت ها رو که میخوندم در مورد صدا خیلی موافقم و حرفات واقعا کمک میکرد به خصوص تو این شرایط به خصوص تو این شرایط که آدما خیلی به نظر من به خودشون بیشتر توجه دارن میکنن یعنی به حال روحی که دارن که اکثر اوقات هم بیشتر آدما فکر میکنن که حالمون خوب نیست ولی اینی که چه جوری حالا این حال خوب نیست دلیلش چه جوری میتونن به خودشون کمک کنن خب سخت قسمت ماجراست Uh, من حالا ما در مورد کامنت ها زیاد صحبت کردیم توی ولی توی مثلا قسمت های قبل ولی مثلا کامنتی که خیلی جالب باشه فکر کنم که یه حالا چند تا کامنت که گرفتیم بابت اینکه که مثلا همون به تو هیت هیت هم نبود بیشتر در مورد خب صحبت سیاسی که میکنی آدما خب افکار متفاوتی دارن ولیدم هست آدم های ایدئولوژی ها ولید هستش فکر میکنم ولی جالب ترین همون کامنتی بود که روی اپیزود اول گرفتیم که چرا یه خانوم هست و چهار, چهار تا مرد آره که من خودم اصلا به این دقت نکرده بودم قبلش یعنی سوالم واسه حتی پیش نیمده بود که راجبه جنبش زنان الان وقتی یه زن هست و چهار تا سیده. آقا چهار تا مرد نشستیم داریم صحبت میکنیم چون من اتفاقا برای خودم نکته مثبتون داشت مه. به خاطر اینکه گفتمم زنان میدونیم میدونیم چه بله های سرمون اومده تبعیضات میدونیم خودمون در کنار هم هستیم راجبش صحبت میکنیم یا خیلی مقاصد سعی میکنیم خاک کنیم اون خاطرات بدی رو که داریم من خودم اینو یه نکته مثبت میبینم که مردهای بیشتری بیان جوین کنن این به قول معروف جوین د فایت واسه من بیشتر از طرف مرد هاست که بیان به خاطر اینکه این, این تبعیضات دودش تو همه ای جامعه خواهد رفت فقط زنها نیست یه نکته دیگه میخواستم بگم که حالا ما خودمون تو خود که از شاید بهش آگاه نبودیم ولی این روندی که جلو رفت و گلناز و صدف اپیزودهای حالا تو هفته میکس ما میدادیم و تجربه خودمون تجربه ضبط اینجوری بود که جفت این دوتا تاپیک نیاز بود حالا روی لول شخصی واسه خودمون خیلی دوست داشتیم که به اتفاقات روز و حالا اون هیستوری زنو بپردازیم خیلی شخصا نیاز داشتم و از اون طرف اون دیل کردن با احساسات و همه اون اتفاقاتی که داشت میافتاد به خاطر اون اخبارم اونم نیاز بود خیلی جالب شد این کامبینیشن <applause> آره اون اول که ما اول خب با گلنا صحبت کردیم همون شب برفی که با چهار روزم بودیم حرف می زدیم ایده این بودش که این سلسله اپیزود رو شروع کنی و آخرش برسه به هشت مارچ یعنی امروز هم بعد خب صدف با فرزاد صحبت کرد با هم صحبت کردیم دیدیم او خب این هم مسئله که قطعا ما الان لازمش داریم تصمیم گرفتیم دیگه اون روند حالا منظمه نمیدونم هفته یک اپیزود و دو اپیزودو بشکنیم هر موقع که تونستیم ضبط کنیم و هر موقع دونستیم دو. ریلیس کنیم یعنی ما الان آله. یه پخش خیلی نامنظمی داشتیم این چند مدت به خاطر همین بوده یعنی ما میدونستیم که نیاز هست به شنیده شدن و نیاز هست به صحبت و برای همین هر موقع که اپیزود دست می میرسید ریلیس میکردیم و میذاشتیم که بقیه بشن به من غلط کردم حرف تو نه اختیار خواهش کنم از این زمین دیگه چی داری که میدونید جفتتون خیلی شنوانده دوستتون داشتن همیشه ماد نیاز داشتیم که بالاخره نقطه نظر خانوم ها رو هم توی برنامه داشته باشیم تا الان موفق نبودیم از جفتتون همه درخواست کردن که باز هم با ما باشید اپیزود برید هر موقعی که مطلبی چیزی باشه ما 100 درصد صد, در صد استقبال میکنیم با گلناس که هفته پیش صحبت کردیم یه اپیزود راجع به شهر نو آره. در آینده اون خیلی خوب میشه آره واقعا من احتیاج دارم که تمدون بگم <applause> اینو من یه تاکید بکنم که دو طرف هست یعنی اگر که شما احساس کردین که در مورد چیزی میخواین صحبت بکنید آره. همیشه درهای خودکست براتون بازه و ما هم اگر که احساس کردیم که دوست داریم که در مورد اپیزودی با شما صحبت بکنیم ریچ اوت میکنیم یعنی فکر نکنید که تمام شد الان پس بابت اون با خیال راحت نریز نه 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 با ما اکسکلوسیف هستید بعد از بقیه پادکست من الان بگم دیگه پس قرار نیستی بابت اگه نمیخواید اکسکلوسیف باشی اینجا رو تموم میکنید بعد, بعد میگید پادکست ها اینجوری ما اینجوری از اوناش نیست خیلی به ما نگفته بودی من در جایه نبودم یعنی اگرم که میدونستم احتمالا مخالفت بکرم آره. آره ولی ما اینجا میخواستیم شما رو تحت فشار قرار بدید که قول بدید به چنوانده هر موقع اپیزودی باشه چشم جمهوری اسلام هم اینجوری اعتراف میگیره شرایطی <تصحب> <اصلاحای تصحب> که مجبور شرایط عجیبه آره بکنید خودتون دارید این خودت آره اطرف آره. خودتونه خودت خود خواست <تصحب> خود خواستم قول بدید قول بدید سوال دیگه داری کارون نه اون مجموع سوالات تمام شد <applause> به خاطر اینکه من میدونم سرف باید بره و وقتش تنگه برای ما یه تیکه یه پاز کوچیک میدیم سرف رو راهیه در واقع جاده و راه میکنیم و دوباره برمیگردیم و ابزار آره، ابزار با ما با باشی چون با گلناز میخوایم راجع به حملات شیمیایی یه وله ببینیم برمیگردیم یه وله ببینیم وله آره مرسی اه میخواید صدف مدافعی اگه داری در شما... اینم بگم ما با صدف یه اپیزود خواهیم داشت که یه سر... یه پست یه استوری اینستاگرام میذاریم که آدما سوالاشونو بپرسن تباقه بندی میکنیم آه... یه روزی که صدف قرنی زودتر برگرده میاریم یه دو سه ساعت ازت سوال میپرسیم خیلی خوب حتماً لایو باشه ببینیم چی میشه دیگه برن. دیگه علکی قول میدیم <تصفح> شما اگه که میخواید بکنید شما خدافزی کنید و بعد ما شما رو راهی جاده میکنیم مرسی باشه مرسی از همه مرسی از گل از مرسی از تو اپیزودای تو هم من نگاه میکردم خیلی که آموزنده بود برای منم چون من تو تاریخ زیاد سواد اون آنچنانی ندارم خیلی ممنونم از که دانش شیر کردی با بقیه و از همه شما سه نفر و فرهاد که اینجا نیست ممنونم که منو اینجا داشتید یه چیزی میخوام بگم در مورد روز زن چون گفتین این اپیزود برای روز زنه من فکر میکنم که خانوم ها خیلی مهمه که آگاه باشن آگاهی داشته باشن و به کل جامعه کمک میکنه هم آقایون میتونن زندگی بهتری داشته باشن هم خانم بخار... یه کار جمهوری اسلامی نه، نه، صدف قولت... که حرف میزنه آره دارم. آره چرا من بعدا مشکلشو حل میکنم <تصفح> میگم من نویزری گرفتمش <تصفح> <تصفح> آره من نویزی گرفتم <تصفح> <تصفح> آره، بعد به خاطر اینکه مادر خانم یه خانوم پوتنشال اینو داره که مادر باشه هرچند که مادر بودن یه انتخابه ولی کن هرچقدر که ما بتونیم فرزنده آگاه تری رو <تصفح> Uh, رشد بدیم و uh, توی جامعه داشته باشیم uh, جامعه سالم تری رو داریم به خاطر همین کار کردن با خانوما و ارزش دادن به این زن بودن um, uh, خیلی مهمه به خاطر همین um, yeah, that's all I wanna say. <laughs> خیلی ارزشمنده و خیلی خیلی کار سختی هم هستش که بخوای um, توی این جامعه خانوم باشی مرسی از همه ممنونم مرسی یه وله ببینی برم کردیم دوستان سلام ما برگشتیم با یک اپیزود با ادامه اپیزودمون آره قد گفتم با یه اپیزود دیگه اصلا دیگه رفته تو ناخدقان. برگشتیم با اپیزود ادامه اپیزودمون صدف متاسفانه با میرفت یه زودتر برای همین مصطلف رو راهی جاده کردیم و با گلناز میخوایم ادامه بدیم صحبت هایی که در مورد حالا خودمون گذاشته بودیم کنار برای مفحص روز زن فکر کنم به پایان رسید نمکامون رو ریختیم الان یه چند تا موضوع روز هم هست که میخوایم در مورد صحبت بکنیم اولیش این حملات شیمیایی که داره اتفاق میفته شما هم میخواستین در مورد حملات شیمیایی صحبت بکنید و هم در مورد پی بی سی گزارش بی بی سی گزارش بی بی سی چون همین امروز اومده یه اشاره هم به سی ان ان میکنیم میخوای شروع کنی؟ میخوای با سی شروع چرا... کنی با حمله شیمیایی شروع نکنی چرا اگه میشه ده. یه توضیح بده چه اتفاقی داره میافته چی با... میدونیم الان ازش واقعا م... خ... چی داره میشه امروز که 47 مدرسه دیگه اسمشون اومد 47 بله. امروز. من همین الان داشتم مسیج ها فقط چل... عدد 47 شده دیدم دوستان فرستادن توی گروه ولی صبح قبل از اینکه بیام اینجا دیدم 1500 تصویر یه سری تویت داره مربوط به همین میزنه دیگه داشتم رانندگی می‌کردم نتونستم کنکاش کنم ولی ببین اطلاعاتی که داریم اینه که این از نوامبر شروع شده از قوم به نظر میاد شروع شده یعنی حملاتی که اول شده. سال پیش بله آره اولی از ریپورت... سال پیش داره بله. یه جایی اصلا شو... کاور نمی کردن بله. این. این شد... ریپورت های نمی... اولی که اومده نو... سیه نوامبر چیزی که خوب. مشخصه از مدارس توی قوم شروع شده که اتفاقا من چند روز پیش توی رومی بودم توی کلاب هاوس یه آقایی گفتن که من اهل قوم هستم اومدن صحبت کردن گفتن که من حالا خش داشت نسبت به مردم شهر قوم گفتش که این چندین ماه داره اتفاق میفته و ما چرا اهالی قوم سکوت کردن <applause> و مثلا حالا مثال زد از اینکه موقعی که ژینا محسا امینی کشته شد خود شهر به پا خواست و باعث شد یعنی جرقه از دم زده شد و به حالا شهر خودش هم کشیده شد و این حرفا مثلا این چیز رو نقد داشت که چرا قومی ها سکوت کردن که حالا من اصلا در مورد اون که کی چرا داخل ایران سکوت میکنه نمیخوام بپردازم خودم ایران نیستم نمیشه صحبتی کرد ولی آره ولی به هر حال این چندی ماه هست که داره اتفاق میفته و ببین الان که همه, همه صحبت ها در حد احتمالات و این حرفا ولی روایت هایی که بچه ها میکنن از اتفاقی که میفته بویی که در واقع به مشام میرسه و بعد علائمی که پیدا میکنن بعد از اینکه استشمام میکنن و این حرفا یعنی همشون نقاط شباهت داره آفیت اصلا, اصلاً... چ... چرا یعنی دلیلش چ... به چی میخوای برسید با این کار آب بیشتر همش دیگه ببین یه چیزی بذار بهت بگم ام... آخه ببین... ما خودمون شروع کردیم این اپیسودها رو با زمان مشروطه و اولین ای که واسه دختران درست شد ام... به کلمه دوشیزگان گیر دادن آخونده که دوشیزه مفهوم بکارت میده و بکارت خود شهوت انگیز خطرناکه اینا میرن افتشون رو از دست میدن ببین یه همچین فکری معلومه آخر به اینجا میرسه که دیگه میکشه که نرن مدرسه ببین من دارم میفکر میکنم که یه ذرمسلی از خارجی ها میگن که let the sleeping dog lie یعنی بذار بخوابه این نمیای هی به سیخ بزنی اصلا نمی... اصلا چه ذهنیتی پشت جمهوری اسلامی ببین تو سطح آی از کجا میاد نه اتفاقا فکر کنم اینا دلیل داره و ما هیچ وقت دلیلش رو نمیفهمیم مثلا زدن هواپیما چه دلیلی داشت ما الان دلیلش رو نمیدونیم نه واقعا اینا بردن اینا فرار کردن از اینکه آمریکا بهشون حمله کنه با زدن هواپیما یعنی یه بحرانی رو ایجاد اینا از بحران سود میبرن بله. دیگه زمانی که جنگ شروع شد جنگ ام. ایران و عراق خود خمینی میگه جنگ نعمت هست بله. کسی نمیفهمید یعنی چی آقا جوونا دارن میمیرن اقتصاد تحت فشار چرا نعمت بله. بعدها متوجه شدیم اوکی اینا به واسطه جنگ میتونن هر کی رو که دلشون بخواد سرکوب کنن ام. پس نعمت اینه دیگه بعدم مستحکم شد جاشون دیگه آره؟ یعنی بعدم هر کی میخواد هر حرکتی بکنه نه الان فعلا جنگ نمیدونم بزار جنگ برسیم بله. بعد جنگ حالا بزار سازندگی بکنیم میدونی این داستان هم حالا تحلیل زیاده مثلا میگن میخوان نشون بدن که ببینید میتونه انقدر بد باشه ولی ما امنیت برقرار کردیم ما میتونه عین طالبان باشه ما طالبان هم از همین حرب استفاده میکرد دیگه مدارس دخترانه رو تعطیل میکرد بعد بین المللی خبرگزاری بین المللی که باشون مصاحبه میکردن میگفتن که نه تروریستا میخوان به اونجا حمله کنن ما برای حفظ جون بچه ها مدارس دخترونه رو تعطیل کردیم حالا اینجا شاید نزدیکترین چیزی که به ذهن ماها برسه اینه که میخوان نشون بدم ببینید اینقدر میتونه ناامن باشه کشور ما جلوشو گرفتیم یا این کاری که رفتن توی مدرسه دختران فیلم پرن نشون دادن اونم و اینا شنیدم. من خیلی رفتن جیدون. یه سری بسیجی و آره اینا باز مال چند ماه پیش آخه اول خبرش جدیدی به همین خبری که ایران وایر چند روز پیش آورد بالا مثل اینکه همون سپتام اکتبر اتفاق افتاده واسه این که بچه هایی که اعتراض میکردن توی مدرسه ها رو میترسونن دیگه میترسونن حالت چندش به بچه ها میدن چون رفتن فیلم های آره. بین انسان و حیوان نشونشون دادن که بگم ببینین این چیزی که شما ها میخواین لخت بشین آره. زندن زندن اینه, اینه. آره. ولی من باز یه جای دیروز خوندم کاش نگه داشته بودم براتون الان کوت میکردم یه جایی خوندم که مثل اینکه این اتفاق چند بار دیگه توی سری مدرسه دیگه هم افتاده ولی اون خبر اصلی به هر حال مربوط به این هفته نبوده همون اوایل خیزش اتفاق افتاده بوده تو مدرسه یه سری اطلاعات جدیدی به دست اومده بود که خبر اومده بود بالا این اینا همه جسو چیزایی هست که من توی خبرگزاری‌ها حالا توییتر و اینا هی خوندم بهش آره ولی ببین در کنار اون چیزی که تو میگی راجع به امنیت من فکر میکنم که تو هر چقدر کارهایی بکنی که دیگه به مغز یک انسان معمولی خطور نمیکنه این ارعابه هم بیشتر میشه <applause> یعنی همش یه کارهایی میکنن که ببین همین چراییه که ما همش میگیم آخه چرا دلیل اینکه میخوای این کارو داری میکنی چیه و این حالت استیصالی که به آدما میدن به نظر من خودش واسه اینا یه نتیجه یعنی نه نتیجه ای داره که این کارو انجام میدن مثلا به شریف حمله کرد بودا چرا این کارو میکنید هیچکی کی نفهمید نمیفهمم یعنی من واقعا دیگه سطح شعور من در همین حده که من نمیفهمم اینا دارن چیکار میکنن دقیقه همین دیگه. دیگه ما چون این دیگه این مثلا ما درگیریم دیگه, دیگه. سرو سر میزنی که اصلا این همه بچه بد... و ما باباشون هم میزنی زندانی هم میکنی وقتی میان بچه نجات بدن در مدرسه هم قفل خب میکنی یه چیزی که حالا تو این چند ماه پیش عکساش میومد یا فیلماش این بود که به خصوص مدرسه های دخترون عکساش میومد این پایداری که داشتن اون بچه ها مثلا انگشت نشون میدادن به عکس دیکتاتور بزرگ یا مثلا شعار میدادن ویدیو می... به نظرم خب اینا هم شاید بی دلیل نبوده آره دیگه میخواستن سرکوب کنن یا حالا دانشجوها به هر حال یه قشری بودن که دانشی داشتن میخواستن بیان بیرون اعتراض شرکت کنن نمیدونم منم واقعا گیجم گی دیگه تو این و نمیدونم چ... به کجا میخوان برسوننش یعنی یواشاش میخوان کم کنن اینو اصلا بعد دو سه نفر رو من دیده بودم حالا من اصلا دنبال نمیکردم تو توییتر دیدم که یه عکس بودن جمهوری اسلامی یه نفر معرفی کرد به عنوان کسی که این حملات شیمیایی رو انجام میداده راننده دو داره دو یه راننده بس. 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 یه سری خبرم اومد بیرون که توی یکی از این حالا این اتفاقات یه سری ره گذر گفتن که ما دیدیم که دو تا خانم با یه پوشش مخصوص سال پوشش مخصوص چی میتونست باشه و با اینا همون موقعی که حمله به اون مدرسه شده که اگر اشتباه نکنم شاید تهران بوده که از مدرسه تهران از اونجا مثلا خارج شدن ببین سینار... تنها چیزی که جمهوری اسلامی چرا چهار سال مستر... مستر... کرده سناریو سازی بوده سناری هایی بسازه که ببینه کدومش به نفعش بیشتر خواهد بود حالا بعد منتظر باشیم ببینیم چه سناریوی بیشتری میسازه ببین یه حدس دیگه هم من می اینه که حواسا رو دارن از یه اتفاق دیگه پرت میکنن مثلا همون موقع که به شریف اینا حمله کرده بودن حالا یه سری خبر جانبی هم میومد نمیدونم فرودگاه امام شلوغه دارن یه سری رو میبرن و اینا الان فکر کنم داستان اتمی این که اینا 83 درصد اورانیوم غنی سازی کردن این که از آمریکا خبر یه... نهادی گفتش که اینا هم 12 روز تا ساخت بمب فاصله دارن ام. از اونور اسرائیلیا خیلی جدی با آمریکایا دارن پی در واقع حمله نظامی به ایران رو میگیرن من حس میکنم این داستان میتونه یه ابزاری باشه که اینا دارن ازش استفاده میکنن که حواسا رو از یه اتفاق دیگه پرت کنن الان ما ناهار و شاممون همین اخبار مدارسه ما نخوردیم خدا کیس. آستره. آره مثلا نهار هم خورده اومده صبح اول صبح همش حواسمون به اینه که این مدارس چه اتفاقی آره. داره میفته بعد میرن نمیدونم مادر پدرا رو دستگیر میکنن امروز من دیدم بچه ها هم داشتن دستگیر میکردن امروز یه بچه فوت شده راستی بچه دو ساله نه 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 اون بچه دو ساله که به شلیک شده اتفاقا اینو من میخواستم اول برنامه بگم ولی حالا بچه دو ساله ام... دونین که من اسما رو که الان هلید. پیدا میکنین اون بچه دو, ساله که توی ماشین با پدرش بوده و پدر مادرش بوده به شلیک کردن اون هیچی نه از همین حملات شیمیایی یه دختر بچه مرده من همین الان که بین برنامه داشتیم راهی میکردیم صدف بزنه به دل جاده چک کردم توی رو دیدم که نوشتن ولی باز میگم خبر بیشتری نگرفتم ببین ولی آخه ببین انسان طبیعی مثل ماها پی همین خبر آخه میگیرن آقا چه چیزی مهمتر از این که بچت میره مدرسه نگران این باشه با... که حمله شیمیایی ب... وقتی هم که تو جنگ نیست آخه مملکت ببین ما تو جنگ داخلی خیلی وقت هستیم ولی استانداردهای های جنگی الان تو ایران نیست یعنی اون اتفاقاتی که منطقه رو جنگ زده میکنه با... ولی تو بعد نگران از این باشه که به با بچت حمله شیمیایی آخه میشه واقعا میگه الان فکرشون کجاست یه دونه برنامه زدن امیر علی بود فکر کنم یه برنامه زده قاسم. جمهوری اسلامی که آخونده میان استانداب کامیدی اجرا میکنن و داور داره فهم میرن به جون و یارو مثلا از خاطرات پای ممبریش میگفتش که مثلا خاطرات این فرق داره با اون برنامه پلنتش میخوندن ایشون استنداب کمدی انجام کردن آخونده بس... تن ناز بله, بله. بله. هم بودن آه اون هم تو همون برنامه بوده نه نمیدونم یه چهار تا سی دیگه هم نشسته بودن همه با ریش و پشم و داشتن آقا رو جاج میکردن که نمره بدن ایشون بران محل بعد یا نه و این, ای الان وجود داره در جمهوری اسلامی اینم توی برنامه چند با سینا دیدم آره این مدارس حالا همه همه مدارس دوربین دادن آخوند گاتل <applause> همه مدارس کل <تص> <تص> دوربین. شهر <تص> دوربین, دوربین, دوربین دارن میتونستن دوربین تو خونه ملت هم میذاشتن که دیگه مطمئن باشن که دیگه چیکار میکنه شادم خیلی مشهوره این دابل استانداردی که هست که هر موقع بخوان اینا دوربین همه دوربین <تص> دوربینا رو میتونن آره کنن فلان ولی الان بعد ظاهرا حالا اینا که مدارسی که نمیدونم از قبل بسیجی و اینا میفرستن در مدرسه رو میبندن مدیر و اینا هم دارن باشون همکاری میکنن بچه ها رو نمیذارن برن بچه ها رو نمیذارن برن مثلا بیرون نگرشون میدارن یه ویدیوی دیگه اومده بود اتوبوس امبولانس اومده بود که نمیتونست نمیتونس بعد پدرها که دم در بودن یه پرای جلوش بود پرای رو بلند, کردن گذاشتن اونور که این اتوبوسه بیاد رد ببین من فکر میکنم که وقتی از دنیای بیرون کسی داره نگاه میکنه ما ساده ترین چیزها رو تو این چل سال نتونستیم به جامعه غیر ایرانی بفهمونیم که وقتی از ظلم سیستماتیک صحبت میکنیم که چجوری جوری تو هر روز داره تحت تاثیر قرار میده چیه واقعا اینا آره رو که میبینن من احساس میکنم باورشون یعنی ما خودمون باورمون نمیشه الان باورمون هم بشه نمیدونیم دلیلش چیه به نظر من این مهمتره چون خب تو ویدیو رو میبینی روایت ها رو میخونی همه این چیزها رو میبینی و میگی بله این اتفاق داره میفته ولی بعد متوجه نمید. یعنی ذهنت پس میزنه که دلیلش چیه که به دبستان و دبیرستان دخترونه حمله بکنن و ببین حمله های شیمیایی حالا الان ما توی بازه یه هفته ده روزه که دیگه انقدر ریپورتاش اومده و این حرفا. من نمیدونم چه موادی دارن استفاده میکنن. آره معلوم این آیندهش معلوم این نیست, نیست. آره. ببین اینم نمیدونم یه ذره برا من سخته دیگه جام جهانی هم دیگه خیلی لوس شده دیگه بابا دیگه, دیگه چیکار کنن دیگه چی بهتون نشون بدیم که شما باور بکنید. شبیه فیلم نه آه. یعنی دیگه شبیه فیلمه دیگه واقعا شبیه همین همه هن... سیله دیگه واقعا به خدا از اون بدتره. یعنی یارو نشسته اونجا فکر خب اه... حرف قشنگی زد گفتش که 12 درصد تجارت اروپا با ایرانه خب این 12 در... این یعنی پول دو... دیگه کی اینو گفته اخوندی هر روز اخوندی 12 درصدش گفت 12 درصدش بود خیلی حجمش زیاده آره و گفتش که اگه خب گفت یکی از دلایلی که این در تادی اروپا نمیخواد این سپاه رو بذاره تو لیست تروریستی به خاطر اینه که این 12 درصد خیلی میلیاردها میلیاردها پوله نه. که دارن در واقع میشه که از بین میره ولی دیگه واقعا دیگه جام جهانی نمیتونه بیاد بگه بیاد راست بگه آقا ما نمیخوایم یعنی دیگه اینکه بگه ما نمیتونیم اینا چه میدونم دینشون اعتقادشون دیگه اجازه بده قبول نکنم ازت دیگه ببین توی جورج شاون مسیح علی یه حرف خوبی زد گفتش دیکتاتورها خوب بلدن با هم دیگه داره. هم بسته بشن از هم یاد بگیرن و اینا جامعه دموکرات هم یعنی کشورهای آزاد و دموکرات هم بهتر دیگه یاد بگیرن اونو بکنن اه، یه سرمنشه واسه خودشون اینا متحد بشن فقط انا که داشتم میومدم استودیو داشتم به همین حرفش فکر میکردم و به نظرم میاد که جامعه دموکرات انقدر نف داره میبره از همه اون کشورهایی که تحت دیکتاتوری هستن که خوبه واسهش میگم تو اون جلسه هم که اون روز رفته بودیم با اون وزیر دفاع اون آقایی که گفتم خیلی خوب صحبت کرد گفت گفتش که من فکر میکنم شماها نفتون الان خیلی بیشتر بیشتره, بیشتره که جمهوری اسلامی بمونه نه تنها از این سیستم فسادی که درون جمهوری اسلامی نهادینه شده استفاده مالی میکنین مهاجران هم شما دارین خب جذب میکنین مهاجرانی که دیگه توی ایران جایی ندارن نمیتونن رشد بکنن نمیتونن شکوفا بشن الان که دیگه اصلا جونشون هم در خطره تو خیابون را دارن میرن بچه مدرسه میره شیمیایی ممکنه میشه بیاد خونه همه اینا رو خب دارن ازش نف میبرن صحبتی که داشتی میکردی راجبه اون رویا پردازیه تو همین قبل قبل چی بود؟ قبل چی دیدیم؟ وله بله قبل وله بوله داشتی بوله میگفتی دیدی. رویا پردازی میکردی اتفاقا به نظر من اون یه دید خطرناکیه که غرب نمیخواد که یه بخش بزرگی از اقتصاد بره سمت خاور میانه یعنی اون منطقه خودش یه شکل مهم اقتصادی پیدا بکنه با تمام اون گیروبندهایی که توی جوامع آزاد توی اقتصاد بازار آزاد وجود داره من به نظرم یاد نفعشون این هستش که حداقل از نظر اقتصادی این فساد رو ازش سود ببرن و این, خی... این خیلی ناراحت کننده است ولی به قول تو منم فقط دلم میخواست که یه روز دیگه بیان این امیده رو که خیلی خیلیامون هنوز داریم دیگه بگن آقا نه خودتون یه فکری به حال خودتون بکنید اون موقع من ببندم الله حکر. یه چیزی دیگه هم که من داشتم فکر کردم در مورد این حملات شیمیایی این بود که انگار که حاکمیت اینو پذیرفته که دیگه بازی هجاب و باخته این, این تحلیل خود یکی کرد شخصی خود منه که خب به هر چیزایی که میشنوم از روز روزمره تو خیابون و اینها که تهران هم بیشتره اینه که خب خیلی زیاد شده افراد اصلا دیگه شال هم با خودشون نمیبرن و این این حس میکنم این یه بازی رو باخته و این دیگه دست و پا زدن های آخره که حالا این این حرکات رو داره میکنه توی اون تاپیک هجاب حالا آره میفهمم نوستراداموس زمانه که گفته تا 1402 حالا باید ببینیم که آیا این نوستراداموس درست, درست گرفته شب یا بله ببین اینا دیگه چهار سال فقط کندن از بخش های مختلف کشور منابع منابع انسانی اینا فقط هی کندن واقعا یه جسم بیجانی رو دارن سعی میکنن روش هنوز حکم فرمایی کنن خب که اون جسم بیجان هم هنوز داره نفس میکشه و هنوز میخواد که خودش خودش رو ترمیم بکنه خیلی خیلی قمنگیزه واقعا ولی آه. اصلا به همه چی هم آخه ورود کردن یعنی تو هر بخشی رو که داری نگاه میکنی فساد اینا م. باعث اصلا پاشیدگی شده میدونی چی میگم؟ اه نه من خیلی ورود هستم یه دیگه در جمعه صحبت میکنیم در مورد این مرده که بقیه هم صحبت میکنیم آره. قبل اون میخوایی اون خبر بی بی سی آره بی بی سی آره. بی بی سی آره, حالا اینو من دیشب آره خود خبر رو خوندم حالا هایی که الان توی, توی تویتر هست و بعد میریم پیگیریش میکنیم ولی یه گزارشی بی بی سی تهیه کرده که مثلا با یه سری اکسپرت حالا توی چه بخش مثلا کمیکاس یکی دوتا نفر رو کوت کردن که در مورد اینکه اون دو نفر تقریبا به طور مشابه میگن که خیلی فاکتورهای بیشتری نیاز هست که ما بدونیم که از چه موادی استفاده شده و مثلا به چه صورت بوده این حمله ها الان تنها چیزی که دارن تنها چیزی که وجود داره روایت شاهدین عینی هست بچههایی که خودشون اونجا بودن که مثلا گفتن ما چه بویی استشمام کردیم چه صدایی شنیدیم چه مثلا چه چیزی رو دیدیم و این حرفا چون هیچ سمپلی نه از محل در دسترسه بله. نه حتی اگر اشتباه نکنم تو یه مورد خوندم که نوشته بودن که سمپل خون یکی از قربانیان رو تونستن بفرستن واسه یه در واقع آزمایشگاهی که آزمایش کنن ببینن چی هست شده نوشته بود اگه میتونید آزمایش ادرار بدید آره دقیقا ادرار و خون و یه چیز دیگه هم بود این حالا این گزارش این قسمتش هیچی ولی یه شخصی رو کد کرده بودن که بعد من که رفتم خوندم در موردش دیدم که خب آدمهای زیادی که قبلا احتمالا ازش مقاله خوندن یا میشناختن و این حرفا که اکثر مثل اینکه که مسائل و به مسائل روانی ربط میده حالا احتمالا اکسپرتیزش تو اون چیز هستش تو تاپیک هست خب ولی حالا بخوام خیلی ساده سازی بکنم این هستش که اون شخص گفته که نه این حمله شیمیایی نبوده هیستریای جمعی بوده خب یکی از کسایی که کد شده تو اون گزارش خودش ادنه رشته توییت نوشته راجب فاکتورهایی که خودش شخصا نگاه کرده بهش خب چیزی که اون نوشته نوشته که هیستری جمعی یه اتفاقی هست که میفته یعنی مثلا یه تاپیک هستش که بهش پرداخته شده از نظر علمی وجود داره ولی حتی اونم چیزی که من حالا خوندم حتی اونم یه دلیلی داره که به هیستری جمعی میرسه مثلا 20 نفر بهشون حمله شیمیایی میشه یه سری علائم پیدا میکنن علائم فیزیکی و روحی بقیه فکر میکنن که خودشون هم دوچار اون علائم شدن همینجوری رو هوا گرفته باشه همینطوری همینطوری همین رو هوا که مثلا من بگم او مثلاً. الان اونجا مثلا یه دودی دیدم با احساس میکنم آره احساس آره. و من حالا من اینو دقیقا همین دیشب قبل از اینکه بخوابم این گزارش رو خوندم بعد صبحم حالا یه سری مثل که تویت هایی که شده مثل که تو گروه های خودمون رد و بدل شده خوندم میرم واقعا پیگیری میکنم و اگه لازم بود میتونیم که یه چیزی بنویسیم قبل از اینکه اپیزود شما ها ریلیس بکنین خب ولی من چیزی که متوجه شدم اون شخص یه اجندای خیلی مشخصی نسبت به مسائل داره به خصوص مسائل روانشناختی و این حرفا سوالم این هستش که اکسپرت ها رو چجوری انتخاب میکنن حالا این سوالم در واقع از بی بی سی هستش اکسپرت ها چجوری مشخص میشن یعنی کریتریاشون چی هست حالا من کار روزنامه نگاری کردم میدونم که خیلی موقع ها اصلا یه لیستهایی وجود داره یه سری اکسپرت تو داری به هم اونا دیگه میپردازی همیشه به اونا دیگه رجوع میکنی و این حرفا ولی چطور میشه که در همه دوران اکسپرت هایی که یک خبرگزاری استفاده میکنه ازش یه عجندا دارن یه اجنده دارن و اجنداشون هم معمولا در انتها به نفع گفتمانی که ضد جمهوری اسلامی هست میشه من این من این واقعا خیلی سوال بزرگیه به نفع به نفع گفتگوی الان خب ضدیت با جمهوری اسلامی هستش که میگن که کار خودشونه این بر ضدش میگه که نه یعنی این جمعی اصلا هیچ شواهدی از اینی که چیز شده حمله شیمیایی شده وجود نداره یه توییتی هم خوندم که این یه خود عراف کانتکست است بعد بگم واقعا اینو اشاره کنم بهش ولی توییتی که یکی از خبرنگارای بی بی سی نوشته بود دقیقا جملهش این بودش که آفیشال ها چیزی نمیدونن در کلولس حالا میخوام برم پیگیری کنم منظورش به آفیشال های جمهوری اسلامی بوده الان اره یعنی ما دیگه بعد خیلی ناراحت این باشیم که <تصفح> عوامل و مامورین جمهوری اسلامی کلولس هستن <تصفح> توی بخش قبل از وله یه اشاره کردی دوست داری بعد از انقلاب توی ایران مدرسه خبرنگاری راه کنی من اونجا میخواستم ازت بپرسم که اساسا الان توی دنیای الان به نظرت خبرنگار مستقل وجود داره یا نه کسایی که با این خبرگذاری کار میکنن مثلا یه آدمی هست توی یوتیوب من اینو خیلی دنبالش میکنم این قدیم ظاهرا خبرنگار بوده الان خودش داره فریلنسره ایرانی؟ نه نه, نه،, نه. خارجی اسمشون هم اومد حالا به یه حریص داره دیگه بعد خب این رو متوجه میشه شد که خب چون حمایت مالی از جایی نمیشه یعنی حمایت مالیش از همون یوتیوب ویوهای بله. های خیلی خوبی داره بیشتر میشه بهش اعتماد کرد به حرفهایی که میزنه به خاطر اینکه سعی میکنه حالا واقعیت رو بگه حداقل به دید من منافع به خصوصی رو به هر حال نمیکنه آره اساسا آره. این ممکنه که خبرنگارایی که برای این خبرگزاری ها کار میکنن بتونن بی طرف بمونن مثلا راجع به بی بی سی خب ما میدونیم این خبرگزاری توی کشور انگلیسه و قطعا حامی منافع دولت و حکومتی که توی انگلیس هست و الان هم میدونیم انگلیس یه مقدار داره تردید میکنه که مثلا سپاه رو توی لیست تروریستی بذاره به خاطر منافعی که داره من, من حس میزنم خب این منافع دولت و حکومت انگلیس به راحتی جاری میشه توی خبرگزاری مثلا بی, بی سی. و تمام چیزایی که ما میبینیم جهتگیری داره اونجوری در واقع او بی, طرف آره بی طرف, نیست داره. یا چون الان دیدم داستانی که توی فاکس و مرداک و اینا داره چیز میشه هم دنبال میکنید یا نه شکایت شده ازشون که آها. خبرهای دروغ دارید میدید و خیلی آره این داستان در جریانه منظرم که خبرگزاری به نظر نمیاد واقعا کارشون این باشه که بیطرف به ما مسائل رو منتقل کنن همیشه یه جهتگیری هست این داستان حالا این خبری هم که بی بی سی کار کرده خیلی واضحه که همسوی همون جهتگیری دولتشه یعنی نه خیلی جهتگیری تندی داره علیه جمهوری اسلامی نه از اون مثلا خیلی بیطرف بقیه رو آره ناامید میکنه ببین به هر حال تو تو هر شغل دیگه هم که باشی وقتی زیر پرچمه یه مشخصی کار میکنی تحت قوانین اونا باید عمل بکنی با دیگه میدونی چی میگم حالا واسه روزنامه نگار و خبرنگارم این فرقی نمیکنه من یادم موقعی که داشتیم فارغ تحصیل می شدیم قبلش سال اول بعد سه ماه اینترنشیپ انجام میدادیم دادیم یعنی مثلا سال اول فوق لیسانس و سال دوم و همش همه استادامون بهمون به میگفتن که سعی بکنین واسه خبرگزاری که بعدن میخواین دوست دارین توشون کار بکنین اپلای کنین چون خیلی خوبه خیلی موقع ها اگر خیلی دوره اینترنشیپ بهتون خوب باشه اصلا هایرتون میکنن شما یعنی وقتی که سال دوم این دانشگاه آردی یه مثلا پید روزنامه نگار هم دیگه هستین واقع شغل دارین و این حرفا این تو ایران اینجوری بود نه نه من یو بی سی گرفتم اینجا, اینجا آره آها. بعد خب واقعا خیلی از بچه هامون این کارو کردن و دو هم اتفاقا مثلا همون موقع دیگه شغل گرفتن با خبرگذاری که براشون کارآموزی میکردن و این حرفا ولی اکثریت میگفتن که ما بعدها میخوایم کار فریلنس بکنیم الان اینترنشیپمون رو میریم چون اجباریه بعد بریم یه جا انجام بدیم و این حرفا ولی دوست داریم که مثلا بعدها ها فریلنس باشیم به خاطر اینکه زیر پرچم هیچ خبرگزاری نمیخوایم باشیم ببین اساس واسه خبرنگار این هستش که تو یه گزارش رو بر اساس فکت هایی که وجود داره میگی صدای خودت نباید اون تو باشه تحلیل نباید بکنی خبرنگار تحلیلگر نیستش توست. خب من چیزی که حد میزنم حالا واسه خیلی فریلنسر اتفاق میفته این هستش که تو وقتی که قوانین مشخصی رو یا اجندای مشخصی رو لازم نباشه دنبال بکنی در کنار خبری که میدی تحلیل خودت هم میتونی بهش بپردازی چون نه کسی جلو تو میگیره و اتفاقا به نظر من تو این دور زمونه قسمت تحلیل مهمتره قسمت تحلیل خیلی مهمتر از اینه که تو یه سری مثلا چه میدونم یه حمله میشه به یه مدرسه ای توی ایران یه سری فکت ها وجود داره شاهدا میان میگن می مثلا ما اینا رو دیدیم یه همچین بوی اومد این اتفاق افتاد اینا اینا فکتاست خب با یه جامعه آماری مناسبی هم مصاحبه میکنی که مثلا فقط یکی دو نفر شاهده این نباشه با چهار تا دونه مثلا اولیام صحبت میکنی با اولیای مدرسه این میخوام بگم یعنی راندمان کاری چجوری هستش اگر که توی جهان سالم داشتین زندگی میکردی تحلیل هاست که مهمتره و خیلی از خبرنگارا واقعا بعد از این مدتی میرن فریلنس میشن دقیقا به خاطر این هستش خودشون دیگه خسته میشن از اون قانونمندی و اون اجندایی که بعد دنبال بکنن به نظر من هم همه خبرگزاری و اجندا دارن باید. من خودم همیشه میگم که ما مثلا نسبت به بی بی سی فارسی حالت شرطی هم پیدا کردیم چون انقدر همه این سال ها گفتیم که اینا به نفع جمهوری اسلامی دارن عمل میکنن نوعی که خبر رو میگن به نفع اونا هستش یه جایی هم اگر واقعا اون بیطرفی رو دارن سعی میکنن عملی بکنن ما دیگه این حس رو بهش پیدا نمی کنیم ولی یه هم... آره ولی یه خیلی دیگه عجیبه خیلی عجیبه که چطور اصلا چرا واسه یه همچین مسئله ای که خود جمهوری اسلامی هم در مورد حمله شیمیایی یا حمله مواد سمی داره صحبت میکنه بعد بریم با یه نفر صحبت بکنیم که اجنداش این هستش که همه چیو به مثلا هیستریای جمعی و مسائل روان شناختی داره ربط میده اصلا چرا یه همچین اکسپرتی بعد توی این پنل باشه این این واسه من جای سوال داشت میدونی وقتا الان که حالا چی میگن احساسات عمومی جریه دار شده حمله به بچه های مدرسه ای تحت هیچ شرایطی برای هیچ انسانی کسی که هنوز انسان موندن پذیرفته شده نیست تو این شرایط خیلی در واقع به دور از انصافه که همچین خبری رو بخوان کار کنن و جهت دهی کنن بعد آخه اینا هم مثلا اینا میرن بعد از اون بعد چون هم چهار تا خبرگزاری سپاه تو ایران هم میاد کد میکنه آره این خبرگزاری خارجی این حرفو زده پس شما فلان و اینا. میگم من حالا حتما اینو پیگیری میکنم چون میگم من خودم گزارش بی بی سی رو دیشب آخر شب خوندم یه جسته گریختم آدما چی دارن میگن یا همون رشته توییتر رو مثلا صبح رفتم نگاه کردم و اینا حتما اینو دنبال میکنم امیدوارم اون فکر اولیه که داشتیم اشتباه باشه چون اصلا به نفع فکر میکنم انسانیتمون این هستش که اشتباه بکنیم که دیگه با یه قول بزرگ ملت ایران دارن میجنگن ب... این قول کوچیکام کم کم دارن خودشون رو سرشون یعنی داره سرشون میزنه بیرون با اینا هم بعد بجنگی میدونی آخه غیر اون چی میتونه باشه تو ایران تو راه نمیتونی بری میان میگیرن چطور ممکنه این همه مدرسه روزانه داره تحت تاثیر قرار میگیره یه نفر نیست اینا رو بگیره پیداشون کنه شما که ادعاتون اینه که نمیدونم توی اسرائیل آرخو. یکی رابره ما میفهمیم و اینا رفتش میدن به جن میگن جن داره. اه... نیمش می یه دنده عوض کنیم بریم روی کاراکتر محبوب خود که هست آقای امیر عبداللهیان وزیر امور <متصفح> خارجه مصاحبه ببن... داشت با کریستیان امانپور عالی بود دیگه یه چی, چی, میگن میگن چیکار کرده چیچیو چی قورت داده عیارو داده چیچیو کرده قرده. قرده، یه زرم مسئله خیلی جالبی هست که اصلا واقعا تو چطور میتونی این طور وقیق باشی چطور میتونی اینطور لبخند بزنی ببین سیس لبخند که سیس ظریفه خب یعنی میخواد میخواد اونو بازی کنه ولی نمیتونه این سیس چیز بازجوه اینا بازجوان به نظر من همشون بازجوان اصلا با اون خوره ابرو رو قی کرده نه آبرو آبرو آخه نه نوشته ابرو به خدا آ نداده حیا رو خورده ابرو آره. همینه آره حیا رو خورده ابرو ابرو رو فکر کنم شاید ابرو اینجوری قی کرد آبرو رو قی کرد قی کرد کردن چی میشد جدیدا بهش برخورد چه چه شی صبح بولا میشدیم میداد آبرو تو چه شدیه این بروسن اصلا راست نگی اپیزود میتونی درست تو چش آره آره عبداللهیان کریستین امانپور ببخش ازش... قیه کردن میشه استفراخ کردن یعنی هیا رو خورده و... آب رو هم دیگه بالا آورد بالا آورد چشت قیه میکنی چیز استفراخ میکنی چه عرضه خدا چیز چندشی <تصحق> 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 دیگه از این ببخش صحبا کریستین امانپور ازش میپرسید که شما مثلا زدید کشید تو خیابون ها اینا تاکید که نه ما توی خیابون ها هیچ که دستگیر نکردیم و نزدیم و اینا تا وقتی که تظاهرات مسالمت آره. بود وقتی اختشاش شد دیگه ما هم سگای ولگردمون رو وا دادیم تو خیابون و افتادن به جون مرد همون چرخ خیاطی و واقعا نمیدونم بابا همون چرخ خیاطی و... فهمید فکر میکنم فهمید بله درست فهمید بعدن به کارون هم میگه ببین اینا تو شرایط عادی که مثلا گشت ارشاد کنار میدون ونک وایستاده که مزاحمت ایجاد بکنه چون اینا که امنیت که 44 سال درست نکردم مزاحمت ایجاد کردم مزاحمت ایجاد بکنه به خاک و خون کشیده میشه یعنی, ب... یعنی مثلا یه زنی اگر که نخواد بره سوار اون ماشین کسافتشون بشه موش رو میگیرن میکشن مشت میزنن بهش و اینا بعد اون وقت ما نگرفتیم نکشتیم تا وقتی که اختشاش شد شما خودتون آخه بزرگترین اختشاشگرا هستی میگم اصلا بعضی موقع انقدر طرف فقیه هست آدم نمیتونه هیچی بگه دیگه یعنی فقط بس سکوت کرد من موقعی که داشتم این مصاحبه رو گوش میدادم میگم که الان همش دارم مستند و این برام مثلا سعی میکنم بشنوم خیلی ولی واقعا اینو اصلا نتونستم یارو انقدر دیگه پر رو بود که اصلا نمیتونم انقدر پر رو, باشم دیگه همش همینه. من وقتی مصاحبه رو میدیدم یاد مصاحبه های ظریف میافتادم که با همین شخص مصاحبه کرده بود یا حالا جای دیگه و خیلی افسوس میخورم به حال خودم که اون دوران چقدر حالا اطلاعات کافی نداشتم مثلا شاید با یه امیدی نگاه میکردم مصاحبه رو مثلا بس بس گفتم که این ظریف چهره موجهیه بین حالا این هم. سیستمی که هست تو ایران یه انگلیسی بلده یه اینقدر اوزا خیته ظریف چهره موجه آره، یه کانکشنایی داره تو نیویورک تایم مقاله مینویسه از این افکار و وقتی این رو دیدم میگم حالا احساس بعدی برای خودم داشتم و خیلی مشخص بود که این دو نفر هیچ فرقی ندارن و جواد ظریف این و فکر کنم یکی از چالش هایی که ما خواهیم داشت حالا در آینده ایرانم اینه که افرادی که حالا شاید بیان اصلا کروات هم بزنن بله ولی آره دیگه دیگه. میکنه فقط تو کلشون این, اف این, افکار باشه از اونا و بترسیم بله و اینا هیچ فرقی با ام هم داره. دقیقا همین اتفاق افتاد دیگه یعنی بزک دوزک شده ها بیشتر جایب کردن این مسئله رو واقعا ببین من یادم اون موقع ظریف یه حرفی زده بود که یک ایرانی رو هیچ وقت تهدید نکنی بله. مردم اصلا دیگه ولی واقعا حالا قبلش که هنوز صدف اینجا بود داشتیم صحبت میکردیم پرسیدی که این جنبش چه تغییری ایجاد کرده این حرفا به نظرم بزرگترین تغییر رو که واقعا باید سلبریت بکنیم با یعنی جشن بگیریم با وجود همه اتفاقات بعدی که داره میفته و میبینیم خواهد افتاد تموم نشده این هستش که خیلی چیزا دیگه واسه آدم و مشخص شد آره. آره. میدونی مثلا الان گفتی نیویورک تایمز واقعا مثلا شیش ماه پیش اگر که به یه نفر میگفتی که نیویورک تایمز خودش یکی از بزرگترین شیاطین هست که چقدر کمک کرده به این 44 سال و ماندگاری جمهوری اسلامی و بعد سرکوب بیشتر مردم کسی باور نمی که نیویورک تایمز معروف ترین و مطرح ترین مثلا آره خبر حالا خبرگزاری که نه روزنامه توی مثلا قلب امریکا چه کاری داره به شرایط ایران و این حرفا اینا رو واقعا ممکنه که یه تعداد خیلی زیادی آدم ها می دونستن. اینی که الان خود گسترش پیدا کرده یعنی بیش بقیه آدم هم دارن متوجهش میشن به نظر من خیلی اتفاق خوبیه آره موفق میخواین اپیزود رو آره نه یه مورد دیگه میخواستم اشاره می کنم اون داستان خودکشی و دست جمعی مشهد و کسی دید خبرشو نه منم نه خبرش جدید اومد ولی اگه اشتباه نکنم چند وقت پیش اتفاق افتاده اینه که یه ای سری عکس دیده بودم ولی نمیدونستم برای من یه جوون یه خانواده دارم توی 17 سالگی حالا تو اعداد ما اشتباه میگیم خودکشی میکنه بعد بعد از چند روز اگه اشتباه نکنم چهار نفر از اعضای همون خانواده با هم خودکشی میکنن که اون روزی که من خبر رو خوندم دو نفرشون فوت شدن دو نفر دیگه وخامت حال داشتن و بیمارستان بودن و اینا که جمهوری اسلامی اومده حالا اون خبرگزاری که کار کرده بود گفته بود این داستان ناموسی بوده ولی تماس گرفتن با فامیلای نزدیک اون خانواده و گفته بودن مشکل مالی بوده به خاطر مشکل مالی فکر کن یه خانواده مجبور میشه که همچین کاری رو انجام بده و آره پنج نفر مثل که فوت کردن سعی نفر خبره. آره. اون روزی که من خوب م... خوندم دو نفرشون مادر سم خوروند به بچهاش بعدم خودش رو کشت آره. واقعا مسائل مالی نمیدونم نمیدونم واقعا نکنیم آ... آرزوشون کره شمالی شدنه در رو ببندن بمب هسته‌ای داشته باشه ببین باش کره شمالی هم حتی با یه جمعیت خیلی زیادی با مردم ایران نمیخوان ادامه بدن کره شمالی هم با همون کسایی که با نزدیکتر به خودشون هستن یعنی از 88 میلیون جمعیتی که هنوز داخل ایران هست 150 میلیون <تصفح> کلا <تصفح> <تصفح> یه جمعیت کسیش رو واقعا نمیخوان میدونی؟ نمیخوان نمیخوان نه دیگه همینجوری همه رو به سمت فقر پوش میکنن اونا دیگه مجبورن دیگه تو وقتی غذا نداشته باشی به آزادی که فکر نمیکنی دنبال غذایی ام، حکومتی که با شعار کوخنشین و کاخنشین میکنیم بیاد بالا به نظر من یعنی کوخنشین اگه خودشون رو میدیدن این به این چیز رسیدن داره. به این هدف رسیدن چون دیگه فقط یه حلقه نزدیکی از خود عوامل هستن که الان اصلا یه سری حرف آدم حالا با بچه که داخل ایران هستن صحبت میکنی و به هر حال هر کسی داره یه کاری انجام میده منظورم مشاقل هستش و این حرفا از یه سری اختلاس های دیگه صحبت میشه از یه سری اعداد و ارقامی صحبت میشه که من با خودم فکر میکنم اینا نیستیم بخونیم 44 سال هم اینقدر کندن چقدر این مملکت غنی بوده یعنی آدم اونو تاسف میخوره چقدر غنی بوده که اینا دیگه دون پایه هاشون هم اختلاس دارن میکنن تموم نمیشه رقم ها هنوز یه چیزای نجومیه آره. میگم اعداد و که من خیلی وقت دیگه توانایی خوندنش اصلا نمیدونم یعنی چند عدد که میشنوم اختلاسی که زمان احمدی نژاد شده بود 3000 میلیارد وای پشمامون ریخته بود یعنی اومدن جد. حساب کن اگه از زمان کوروش ماهی نمیدونم انقدر سیو میکردی بعد از اون موقع تا الان بعد 2000 خورده سال میشد این عددی که اینا بچه ها تو یه روز دزدیدن رفت دکل نفتی گم شد آره بابا 3000 میلیارد یارو دکلو برد ما هرچی از فضاحت میگن از, از فضاحت های پاسین قصاد باستین آره هرچی در این مورد صحبت بکنیم از جمهوری اسلامی بگیم واقعا کمه ولی میخواستیم که این اپیزودمون بیشتر یه ذره قول خارجی لایت هارتد باشه یه ذره بیشتر بگیم بخندیم در مورد اتفاقی که افتاده اگر که شوخی کردیم با آقای بیژن مرتضوی و بقیه دوستان من واقعا همینجا ازش معذرت خواهی میکنم اسم برنامه د وایس اومد از خانم سوگندم دعوت میکنم. <مت rollers> دیگه آقا شخصیش نکن شای شب... <مت purple> اجازه بده من صحبتامو بکنم دعوت میکنم که تشریف بیارن به پادکست باشون یه مسابقه چرا کامیار رو دعوت نمی‌کنی من حسابی آقا لیلا فورو رو دعوت اجازه بده من هم کار دارم یکی یکی داش میگوشه و بقی دوستان اگه خواستن میتونن تشریف بیارن دمت گرم مرسی که بودی من این جمله کوتاه آخر در مورد روز زن بگم این ایمبریسینگ اکویتی که من گفتم ازش که حالا خیلی شاید مهم باشه به نظر من یعنی وقت خودم خوندم در خیلی مهم بود این با ایکوالیتی گفتم فرق میکنه با اینی که یعنی برابری خود متفاوته این موقعی هستش که آدما رو به یه شرایط یکسان اول برسونی مثلا اگر که یه نفر چه میدونم هزار تومن داره یه نفر صد هزار تومن داره اینا رو بتونی با همدیگه بیاری بننس بکنی بس. و بعد شرایط واسه رو مهیا بکنی که بتونن با همدیگه رشد بکنن بله به نظر من خیلی کانسپت جالبی بود و به نظر من چیزی بود که سالها بعد سالهای گذشتن بعد در موردش صحبت میشده واقعا ام روز زن واسه آدم های مختلف معنی مختلفی داره شاید اونقدر به قلب من نزدیکیش فرق بکنه تا اینی که یه نفر که توی شرایط خیلی سخت واقعا همیشه جنگیده واسه کمترین حقوقی که به دست آورده. به به نظرم خیلی مهمه همون حرفایی که صدف زد و منم واقعا بهش اعتقاد دارم برین بعد حرفای صدف رو دوباره نگاه کنین <applause> و اینکه مرسی از شما ها مرسی واقعا خیلی اپیزود خوبی بود صحبت های خوبی هم کرد هنوز که تمام نشده شما یه جوری خدافزی میکنی بچه ها خدافز من من, دیگه من دیگه با یه جای دیگه, دیگه, دیگه میخوام برم من فهمیدم آه آه من فهمیدم آه آه این دیگه این رابطه داره سرد میشه دیگه دیگه ما نمیدونیم تازه این فرمال شده مرسی که تا اینجا ما گوش دید یا اگر که تو یوتیوب بودین ما رو دیدید دم همه دوستان گرم ما اپیزودمون ادامه داره دیگه آره، هستیم با, گوناس هستیم ادامه میدیم و میرسیم به الان جمهوری اسلامی فکر کنم در شست و ما گذروندیم بعد ببینیم یاره یه میکرد. آره روز زن مبارک امیدوارم که اون روی پردازی هایی که اول این قسمت کردیم رو خیلی زود نصر دوموس که گفته 1402 ما توی ایران ببینیم میریم میدون آزادی و یه کاری باهاش میکنیم عجیب یک هفته دم همه گیگم هم مرسی که تا اینجا با من بودین فعلا خدافز 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 زن زندگی آزادی